حماسه دلوار. پنج مرداد سال 1293 شمسی، جنگ جهانی اول. سه روز پس از شروع جنگ جهانی اول، مستوفی الممالک نخست وزیر دولت احمد شاه قاجار با صدور فرمانی بی‌طرفی ایران را در این جنگ اعلام می‌کند. با این وجود، روسیه از شمال و انگلستان برای حفظ منافع استراتژیک خود از جنوب به ایران حمله می‌کنند. کانون تجاوز انگلیسی‌ها به جنوب ایران شهر بوشهر است که این موضوع باعث شد آیت الله شیخ محمد حسین برازجانی، آیت الله سید عبدالحسین لاری و سید عبدالله مجتهدی بلادی از علمای بنام جنوب کشور به تبعیت از علمای شیعه در شهرهای کربلا و نجف حکم جهاد علیه انگلیسی‌ها را صادر کنند. در این بین یکی از بزرگان تنگستان به نام رئیس علی دلواری به پشتوانه فتوای علمای زمان خود مبارزه علیه انگلیسی ها را آغاز می نماید. رئیس علی با کمک مردم منطقه جنوب شروع به حمله های نامنظم علیه متجاوزین انگلیسی می کند که در یکی از این حمله ها دو تن از افسران سرکنسولگری انگلیس در بوشهر به نام کاپیتان رنکین کاپیتان اولیفانت به هلاکت میرسند. انگلستان به حکومت ایران هشدار میدهد که اگر با عوامل این حادثه برخورد نکند، بوشهر را تصرف میکند. عدم توانایی دولت ایران برای مجازات عاملان حادثه و ادامه مقاومت رئیس علی در برابر نفوذ انگلیس، نمایندگان بریتانیای کبیر را وامی دارد تا از طریق نفوذی‌های داخلی خود در بوشهر پیشنهاد وسوسه کننده 40,000 پوندی به رئیس علی بدهند تا از حملات خود دست برداشته و سکوت اختیار کند. اما رئیس علی این گونه پاسخ می دهد: چگونه می توانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته؟ انگلیسی ها که حیثیت نظامی خود را در معرض تهدید می دیدند و از تطمیع رئیس علی ناامید شده بودند، به تهدید نظامی روی آورده و در پیامی اعلام کردند: اگر بر ضد دولت انگلیس قیام کنید، خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. سری در برابر زیاده خواهی استعمارگران پاسخی کوبنده به آنها می دهد: خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه قدرت امپراتوری بریتانیای کبیر است. در صورتی که آن دولت اقدام به جنگ نماید، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهم کرد. 16 مرداد سال 1294 شمسی، سواحل خلیج فارس. انگلیسی ها بوشهر را به اشغال خود درآورده و اقدام به چاپ تمر مخصوص خود نموده و در تاریخ 21 مرداد 1294 جهت تصرف بندر دلوار که در 30 کیلومتری بندر بوشهر واقع شده است، با 4 کشتی جنگی از نیروی دریایی سلطنتی به نام های جونز، لارنس، دالهوزی و پیراموس و گردان پیاده نظام 96 به این بندر حمله می کند. در این حمله که 3 روز به طول می انجامد، نیروهای انگلیسی با 330 کشته از دلیران تنگستان شکست می خورد. این موضوع به اندازه مهم است که اخبار آن در روزنامه تایمز لندن به چاپ می رسد. 12 شهریور 1294، حومه بوشهر. وقتی که شیوه های تطمیع، تهدید و برخورد نظامی برای از پای درآوردن رئیس علی و شکستن مقاومت مردم جواب نمی‌دهد، انگلیسی‌ها روش خود را تغییر داده و به تکنیک همیشگی خود تفرق اندازی و نفوذ روی می‌آورند. مستر هربرت چیک، دستیار سرکنسولگری انگلیس در بوشهر، یکی از مزدوران داخلی به نام غلام حسین را تطمیع و ترغیب به قتل رئیس علی می‌کند. غلام حسین رئیس علی را که برای شبیخون به نیروهای انگلیسی به روستای تنگک سفر از توابع بوشهر رفته بود، از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار داده و سرانجام دلاوری که هیچگاه در رویاروی مستقیم نظامی با انگلیس‌ها شکست نخورده بود، در منطقه خود و به دست وطن فروشان داخلی به شهادت می‌رسد. و به این ترتیب انگلیس‌ها با نفوذ به عوامل داخلی توانستند بزرگترین مشکل خود در منطقه جنوب ایران را حل کند. هربرت چیک در قسمتی از گزارش‌های هفتگی خود برای وزارت خارجه انگلیس در لندن می‌نویسد: شانه کسی که خبر مرگ رئیس علی را برایم آورد فشردم. باید قهقهه سردهم، ولی نمی‌خواهم. آن کسی را که برگزیده بودم کار را تمام. در سال 1295 وقتی که از رئیس علی‌ها حمایت نمی‌شود،
دو سال پس از شهادت رئیس علی دلواری در سال 1295 و در پی ضعف دولت مرکزی ایران در دفاع از کشور، یک فاجعه بزرگ در ایران رخ داد و به دلیل خرید گندم ایران توسط قشون انگلستان قحطی بی سابقه ای روی داد و بیش از 8 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی ایران جان سپردند. اگر در آن برهه از تاریخ دولت مرکزی ایران به آزادی خواهان در برابر نفوذ بیگانگان کمک می‌کرد، باز همین نسل‌کشی اتفاق می‌افتاد.